به نام عزت منان و با عرض سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال پلاس خوش آمدید. وزارت داخله عبدالحمید خراسانی را ممنوع الخروج و امر بازداشت وی را داد. چینل را سابسکرایب نموده و برای حمایت از ما ویدیوهای ما را با دوستانتان شریک سازید. برای نخستین بار 15 تن از افراد زورمند برای تصفیه حساب و پاسخگویی به وزارت داخله افغانستان خود را معرفی کردند. به دنبال آن که وزارت داخله افغانستان برای 16 تن از افرادی که به گفته این وزارت به زورگویی غصب زمین، داشتن اسلحه غیرقانونی و بی‌اعتنایی در برابر قانون متهمند 24 ساعت مهلت تعیین کرد. 15 تن از این افراد برای پاسخگویی به نهادهای مربوط به پلیس این کشور خود را معرفی کردند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت بررسی اتهامات وارد شده به این 15 تن که به نهادهای پلیس مراجعه کردند آغاز شده است. اما عبدالحمید خراسانی که نامش در لیست 16 نفری وزارت داخله شامل است و بر اساس این لیست به زورگویی و آشوبگری متهم است به این وزارت مراجعه نکرده است. او افزود هدایت داده شده و خراسانی ممنوع الخروج شده. دوم اقدامات صورت گرفته و اگر حسابات بانکی داشته باشد مسدود خواهد شد. یک هدایت دیگر داده شده به تمام بخش های مربوطه تا هر چیز زودتر خراسانی را شناسایی و دستگیر کنند. آقای رحیمی میگوید تا ساعت دیگر وزارت داخله لیست افراد زورمند را به نشر خواهد رساند. این در حالی است که پیش از این وزارت داخله لیست 222 نفری مجرمین و افراد تحت پیگرد را نشر کرد و از مردم خواست تا با ارائه اسناد و مدارک درباره محل بود و باش این افراد انعام به دست بیاورند. به دنبال نشر این لیست این وزارت خبر داد که شماری از افراد شامل در این لیست دستگیر و یا هم خودشان را به پلیس تسلیم کردند. لیست دومی که از سوی وزارت داخله نشر شد در آن نام 16 تن شامل بود که از این از افراد به عنوان غاصب زمین، زورمند، فنگدار، غیر مسئول، آشوبگر و بی‌اعتنا در برابر قانون نام برده شده است. روز گذشته وزارت داخله بر این افراد 24 ساعت مهلت تعیین کرد تا برای پاسخگویی به یکی از نهادهای مربوطه پلیس مراجعه کنند. با گفته این وزارت در صورت عدم مراجعه این افراد در کنار ممنوع الخروج شدن حساب‌های بانکیشان در داخل و خارج از کشور مسدود خواهد شد. وزارت داخله در کنار نشر این دو لیست همچنان دستور داده است که افراد و اشخاص خارج از نهادهای امنیتی و دفاعی از این پس نمی توانند تا سلاح‌های ثقیله با خود حمل کنند. اقدامات اخیر وزارت داخله با استقبال برخی نهادهای حقوق بشری به همراه بوده است. تشکر از توجهتان. تا ویدیوی دیگر خداوند یار و مددگارتان.